به نام خدا و سلام. امروز جمعه 15 اسفند ماه. همراه ما باشید با گزیده مهمترین اخبار اتاق بازرگانی اصفهان در هفته‌ای که گذشت. 51مین جلسه هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد. نحوه محاسبه وصول حق عضویت‌ها طبق آخرین بخشنامه اتاق ایران به نحوی که حمایت‌های لازم از اعضای اتاق بازرگانی انجام پذیرد از مصوبات این جلسه بود. 2. رئیس اعضای هیئت رئیسه و هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان از گروه صنعتی گیتی پسند بازدید کردند. در این دیدار علاوه بر بازدید از واحدهای تولیدی این مجموعه، نشست هماندیشی به منظور بررسی راهکارهای همکاری‌های دو جانبه طرفین نیز برگزار شد. 3. رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در مجمع عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و لهستان به عنوان عضو هیئت مؤسس این اتاق حضور یافت. این مجمع پیرو تشکیل اتاق مشترک ایران و لهستان به منظور ایجاد ظرفیت‌های جدید برای گسترش سطح روابط بین دو کشور به صورت مجازی برگزار شد. 4. در ششمین وبینار چشمانداز اقتصاد ایران با حضور پروفسور محمد هاشم پسران، اقتصاددان مطرح ایرانی برگزار شد. وی با بیان اینکه مهمترین مسئله اقتصاد ایران تورم است، تأکید کرد بر اساس پیش‌بینی سازمان تجارت جهانی در سال 1400 اقتصاد ایران رشد بالای 3% را تجربه خواهد کرد. رئیس اتاق اصفهان نیز هدف از برگزاری سلسله نشست‌های چشم‌انداز اقتصاد ایران را آگاه‌سازی بیشتر فعالان اقتصادی از وضعیت اقتصاد ملی و جهانی در شرایط تحریم و پاندمی کرونا بیان و تصریح کرد. این نشست‌ها در بازنگری مدل کسب و کار فعالان اقتصادی مؤثر بوده و با تجهیز منابع خود را برای استفاده از فرصت‌ها و مدیریت بهتر تهدیدها مهیا سازند. 5. طرح همصدای سرای رشد و نوآوری اتاق بازرگانی اصفهان توسط وزارت علوم به عنوان طرح برگزیده و مدل عملیاتی برتر تعامل صنعت و دانشگاه انتخاب شد. 6. محمد صادقی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان در 22مین همایش ملی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی سبز کشور خواستار افزایش بودجه سازمان محیط زیست شد. شایان ذکر است در ادامه از واحدهای صنعتی و خدماتی سبز کشوری و استانی تقدیر شد. 7. رویداد تارگت به همت مرکز شتاب دهنده بازاریابی و فروش با محوریت آموزش و توانمندسازی نیروهای کارآزموده در حوزه بازاریابی و فروش به کار خود پایان داد. این رویداد از 26 بهمن لقایت 14 اسفند در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد و فعالان زیست بوم بازاریابی و فروش در 3 عرصه بازاریابی مستقیم، تولید محتوا و بازاریابی مصرفی شناسایی و تقدیر شدند. 8. کمیسیون کشاورزی و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان بنابر وظیفه ذاتی خود مبنی بر پیگیری اولویت‌های بخش کشاورزی و محیط زیست با هدف شناخت عوامل مؤثر بر افزایش آلودگی هوا در کلان شهر اصفهان و بررسی راهکارها و چالش‌های موجود، اقدام به برگزاری وبینار از پایش تا پیشبینی آلودگی هوا با همکاری تعدادی از ارگان‌های دولتی و دانشگاه‌های مطرح اصفهان نمود. 9. در نشست کمیته لاستیک و پلاستیک ذیل کمیسیون صنایع و فعالان اقتصادی استان اصفهان در این حوزه به بررسی برنامه استراتژیک صنعت لاستیک استان پرداخته و چشم‌انداز فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی صنعت لاستیک را مورد بحث قرار دادند. 10. سال 1400 را با یک خود قدرتمند شروع کنید. این موضوع دوره آنلاین مهارت‌های رشد و توسعه فردی ویژه بانوان کارآفرین است که طی 5 هفته و به همت مرکز کارآفرینی بانوان اتاق بازرگانی اصفهان در حال برگزاری است. 11. در 3مین نشست همایش سالیانه گردشگری محور توسعه پایدار استان اصفهان که با محوریت جاذبه‌های آبی به صورت وبیناری برگزار شد، 2 رویکرد اساسی در زمینه گردشگری، توجه به برنامه‌ریزی و توسعه اشکال و شیوه‌های گردشگری و همچنین محور بودن گردشگری برای توسعه منطقه‌ای مورد تأکید قرار گرفت. با تشکر از همراهی شما و خدا نگهدار.